درود بر شما. 13 مرداد ماه 1402 خورشیدی و 4 اوت 2023 میلادی. امشب صفحه آخر میپردازیم به پرونده های جنسی که قاعدتا به نام لواط در مجازات اسلامی باید باش برخورد بشه، و بخش دوم برنامه هم اختصاص خواهد داشت به یک افشاگری از غصب زمین ها از ورثه و وقف توسط آستان قدس رضوی امام رضا. هفت سال بعد از رسانه‌ای شدن فساد جنسی سعید طوسی، قاری قرآن بیت رهبر جمهوری اسلامی، از حدود 2 هفته پیش رسوایی جنسی چند تا از مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی در استان گیلان و یکی دو استان دیگه سرتیتر اخبار برخی از رسانه‌ها بوده است. 2 نفر از این مدیران در رأس بودند یا پیشتاز بودند در این تیتر خبرها. یکیشون رضا ثقتی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، وقتی به همت رادیوی تلگرامی گیلان فیلم‌های لواط و فساد این آدم پخش شد، اول آمدن برکنارش کردن، بعد یه نماینده مجلس گفت ما این فیلم‌ها رو که صحتش و اطلاعات سپاه تأیید کرده بوده است دیده بودیم، از ماجرا خبر داشتیم، با آقای اسماعیلی وزیر ارشادم گفته بودیم که ثقتی رو عوض کن، گوش نکرده بود. این قضیه هنوز داغ بود که کانال تلگرامی رادیو گیلان فیلم فساد سید مهدی حقشناس، ایشون سیدن حجت الاسلام آخوند فلان اینا، فیلم کثافتکاری او و این که میگم کثافتکاری، من یه چیز کوتاه بگم. ببینید، زندگی شخصی هر کسی به خودش مربوطه، با کی میره، با کی میخوابه، بی کی میخوابه، نمیدونم کجا میره، چیکار میکنه، اینا همش به خودش مربوطه و مشکل اصلی زندگی شخصی مردم و روابط انسانی و مدنی مردم ایران با جمهوری اسلامی میبینه که دست میکنه تو سوراخ همه جا ببینه که کی داره با کی ارتباط داره. و منتها اصل اینه، همین آدمایی که دست میکنن تو سوراخ همه جا خودشون ریاکارترین آدم هان، خودشون به نام دین و مذهب و اسلام و عفت و حجاب و این مزخرفات میان و کثیف‌ترین روابط رو ایجاد میکنن، پدوفیل میشن مثل سعید طوسی یا بقیه شون. یعنی چی؟ یعنی بچه باز میشن، یعنی تجاوز به بچه ها میکنن. و اینا رو در هیچ قاموس هیچ حقوق انسانی نه تنها نمیشه گذاشت، اینا مستقیما ضد هر انسان و حقوق انسانی هستن. بحث بر سر این هست، نه اینکه حالا من میگم لواط مثلا، چون لواط در قاموس اسلام گفته میشود لواط. حالا اینا رو گفتم که یه مقدار روشن میشه قضیه. دو، داشتیم در برای این میگفتیم که کانال تلگرامی رادیو گیلان فیلم فساد سید مهدی حقشناس رو با جناقش منتشر کرد. سید مهدی حقشناس معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گیلان و دبیر این ستاد نهی از منکر امر به معروف. حالا من براتون میخونم آنچه که خود کانال تلگرامی رادیو گیلان نوشته. نوشته در این ویدیو، ویدیوش رو منتشر کرده، نوشته در این ویدیو که ما به دلیل محتوای غیر اخلاقیش نمیتونیم اینجا پخش کنیم، حجت الاسلام مهدی حقشناس دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان در منزل خود روی مبل ولو شده و در گوشه تصویر هم با جناقش که او هم آخونده است فلان و بهمان. لازم به توضیح این که همسر حجت الاسلام مهدی حقشناس با حضور در دادسرای ویژه روحانیت تأیید کرده که این تصاویر منزل شخصی خودشان است، یعنی این فیلمی که پخش شده، و همینطور آلات موسیقی و لباس زیر شوهر خود را شناسایی کرده است. اینا فقط برای این که به ذرس قاطع روشن شود که اینا نمید فوتوشاپ و این چیزایی که دارن میگن اول خواستم بگم به چسبونن نیست. به هر حال این آدم که دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بوده، یعنی درست در جایی بوده که مثلا باید در مقابل این منکرات که خودش میکند فعالیت میکرده، این الان کجاست؟ اعلام شده که خلع لباس شده و تبعید شده قم.
دروغ بود این اعلامیه. قاضی پرونده در دادگاه روحانیت حکم به خلع لباس و تبعید به قم میدهد، اما با دخالت آیت الله فلاحتی از محضر مبارک همه مردم ایران، بنده پوزش میخوام که هم فامیل این آدمم، اما با دخالت آیت الله فلاحتی نماینده خامنه‌ای در گیلان، هیچ وقت این حکم اجرایی نمی شود و تنها حق شناس از معاونت ستاد امر به معروف گیلان برکنار می شود. بد نیست بدانید که سید مهدی حق شناس همینک در شهرستان بندر انزلی دارد دهه دوم محرم را برگزار می کند. هر شب بالای منبر می رود و به صورت غیر قانونی و با لباس آخوندی سخنرانی می کند و روزه می خواند. کارش دیگه، خب این کارش، اونم کارش، همش کارش، همش کار همشونه. اون رضا ثقتی هم که اصلا بنیانگذار مؤسسه عفاف و حجاب بوده است، رضا ثقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به دلیل حواشی ایجاد شده در روزهای اخیر از کار برکنار شد و عبدالرضا علی پناه به عنوان سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان منصوب شد. رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی در واکنش به این موضوع نوشت: رضا ثقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، مؤسس کارگاه عفاف و حجاب و حامی راه اندازی هایپرمارکت حجاب که اخیراً به خاطر فساد اخلاقی برگزار شد، از نزدیکان سعید جلیلی است که عکسش رو دیدین. سعید جلیلی 15 سال است نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی است. این کلمه ها رو بذاریم بقیل هم. فساد، لوات به قول آقایون، هر کثافتکاری که به ذهنشون میاد، چه از نظر مواد مخدر، چه بقیه داستان ها، بعد مؤسسه عفاف و حجاب گیر دادن به پاکترین انسان ها تو خیابون ها که چرا چادرت اینجوری کردی، چرا فلان کردی. بهرام پارسایی نماینده دور دهم مجلس شورای اسلامی به سایت دیدبان ایران میگوید جریانی در قوه قضاییه مانع به نتیجه رسیدن پرونده سعید طوسی شد. عدم برخورد با سعید طوسی و رضا ثقتی دلایل سیاسی دارد. مجلس در ماجرای ثقتی مالکشی نکند. برخی در این ماجرا همزاد پنداری کردند. این جملهش واقعا همه حرفایی که من دارم میزنم دیگه، همه شون این کارم. دوشنبه نهم مرداد نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود بعد از این رسوایی ها. رئیس عدلیه نظام محسنی اژه‌ای در این جلسه سخنرانی فرمودند و گفتند مشاهده می شود که حاشیه سازی هایی در کشور صورت می گیرد تا از هان را از پرداختن به مسائل اصلی و اولویت دار منحرف سازند. جبهه دشمن هر روز با یک شایعه و خلط حق و باطل از هان را مشغول می سازد. ببینید دقیقا برعکس کرده قضیه رو، تا به زعم خود کشور را از حرکت در مسیر پیشرفت و رفع مشکلات باز دارد. همچنین تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است. شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می کنند. اینو این مردی که میگه و آن را نشر می دهند. ایشون رئیس قوه قضاییه هستند. شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می کنند و آن را نشر می دهند و با عملیات روانی در صدد سرگردان کردن مردم هستند. هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قواست. در مقابل ما باید بر بصیرت خود بیفزاییم و اولویت ها را تشخیص دهیم و میان خودی و غیر خودی تمییز قائل شویم. حواسمان جمع باشد تا خدای ناکرده در زمین دشمن بازی نکنیم. ما همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی هست باید آنها را با همافزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم. ما همه اون زیر یه لاف میخوابیم. یعنی از بیخ منکر واقعیت میشه، میگه اینا شایعه از کار دشمن غیر خودی هاست،
ما باید صف خودی و غیر خودی رو از هم جدا کنیم. ما خودی ها اعضای یک خانواده ایم، اگر هم مشکلی داریم باید تو خودمون حلش کنیم. بعد برای اینکه چهارمیخه کنه دفاعش رو از اینایی که رسواییشون برملا، یعنی رسوا شدن، کسافتکاریاشون برملا شده، برای اینکه دفاعش رو چهارمیخه کنه از اینها، میره درست بندی از فرمان 8 ماده امام خمینیش رو میخونه که هم اون موقع که امام خمینیش این فرمان صادر کرد و هم قبل و بعدش تا امروز هیچ وقت جمهوری اسلامی بهش عمل نکرده. خود این فرمان تجسم ریاکاری خمینی و کل جمهوری اسلامی است. متن گزارش جلسه رئیس قوه قضاییه اژه 9 مرداد با شورای عالی قوه قضاییه رو براتون عیناً میخونم. اژه به قوانین و مصوبات موجود و فرمایشات و تأکیدات امامین انقلاب، امام خمینی، امام خامنه ای رسمی شده دیگه، شدن 14 تا امام. اژه‌ای به قوانین و مصوبات موجود و فرمایشات و تأکیدات امامین انقلاب اشاره کرد و مشخصاً به قرائت بند 6 از فرمان 8 ماده امام خمینی ره پرداخت که در تاریخ 24 آذر 61 صادر شد، بندی که تصریح دارد هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. ببخشید. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از این امور مجرم و مستحق به تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی است. اینا احتیاج به هیچ توضیحی نداره. منم متاسفانه سرما خوردم، خیلی حال همچین گلوم حال توضیح مفصل رو نداره، بنابراین امیدوارم روشن روشن باشه برای همه تو. ببینین، این رضا ثقتی، مهدی حقشناس، سعید طوسی و بقیه حکومتی های جنایتکار و فاسد و اگر بذاریم کنار، الان از ذهنمون بذاریم کنار، این بند شش فرمان 8 ماده امام خمینیشون شامل کدوم منتقد سیاسی، فعال مدنی، فعال کارگری، روزنامه نگار، هنرمند، غیر و غیره شده در تمام این 44 سال گذشته؟ مثل مغول میریزن تو خونه مردم، میزنن، میبرن، آدم دزدی میکنن، شنود میزنن، فیلم میگیرن، حتی خبر نمیدن که پدر شما رو، همسر شما رو، بچه شما رو کجا میبرن، کجا بردیم. حالا این اژه‌ای چی شده که حالا یاد این فرمان امامش افتاده و این بندش اومده در سخنرانیش برای شورای عالی قضایی متن کاملش رو میخونه؟ رسوایی جنسی مدیران حکومتی که این آدم قازل قضاتشه، باز بالا گرفته، میخواد فرمون از دستشون در نره، یهوی یه جایی، یه بازپرسی، یه کسی در قوه قضاییه یه مورد مشابهی رو دنبال نکنه. باید همه بدانند که این مسائل خودی ها اصلا نباید دنبال شود، حد شرعی داره هر کی دنبال بکنه، همه اینو بدونه. وقت میگیم چرا روزنامه نگارایی رو که افشا میکنن یا گزارش میکنن چرا میرن میگیرن، چرا ول نمیکنن این دو روزنامه نگار بانو، بانوان روزنامه نگار رو که کشته شدن مهسا رو گزارش کردن؟ حد داره، حقیقت گفتنش حد داره، باید کتک بخورین، زندان بری.
رئیس دستگاه قضا گفت همانطور که تمرکز دشمن بر ایجاد اختلاف و افتراق در داخل کشور ماست، تمرکز ما نیز باید معطوف به جلوگیری از تشتت و پراکندگی در داخل باشد و با صبر و حوصله و تحنی از هر نوع افتراقی جلوگیری به عمل آوریم. نباید به شایعات که دشمن ایجاد میکند پرو بال دهیم. باید بر انسجام و تحکیم صفوف مردم و متدینین بیفزاییم. ببخشید، و از افراط و تفریط پرهیز کنیم. در این زمینه نیز راه گشاترین نسخه اطاعت از ولی امر است. باید چشم و گوشمان به این اوامر باشد. همچنین باید عمل و التزام به قانون را سر لوحه اقدامات خود قرار دهیم و همگان قانون را فصل خطاب بدانیم. خب به قانونتون عمل کنید. فصل دوم قانون مجازات اسلامیتون از ماده 233 به بعد درباره مجازات و گونه های مختلف تعرض جنسی و لواط است. همچنین توصیف هایی که فقط از ذهن آخوند متمرکز بر نیمه پایینی تن آدمی برمیاد که این موضوع رو با این جزئیات آناتومیک مطرح کنه، بذاره تو کتاب قانونش مثلا مجازات اسلامیش، براش مجازات هم تعیین کنه. باش، همه اینا درست، تر و تیمیز شما اینا رو نوشتین، تو کتاب قانونتون هست. عرض کردم که ماده 233 قانون مجازات اسلامی فصل دوم. خب بیاین در زمین دشمن بازی نکنین، تو زمین خودتون بازی. قانونتون میگه هر کی لواط کنه اگر مزدوج باشد اعدام میشود، مجرد باشد 100 ضربه شلاق میخورد. خب چرا تو زمین خودتون بازی نمی کنین؟ چرا به قانونتون عمل نمی کنین؟ طبق قانون مجازات اسلامی کسی که لواط می کند حکمش اعدام است، مگر اینکه مرد مسلمان باشد و مجرد هم باشد. یعنی اگه زن نداشته باشه، شرع انور می فرماید که یه بچه رو خفت کرده، همین که 100 ضربه شلاق بخوره مجازاتش رو کشیده، چون خب زن نداشته، یکی یا چند تا بچه رو خفت کرده اینا، خب 100 ضربه شلاق. سعید توسی که زن و بچه داره چرا اعدام نشد؟ 4 شاهد عادل نه 21 شاهد و شاکی داشت و دارد، چرا اعدام نشد؟ رضا سقطی که زن و بچه داره، هنوز زنش نتونسته طلاق بگیره ازش، این چرا اعدام نشد؟ سعید توسی که 2 زن داشت داره، رضا سقطی چرا اعدام؟ چرا فقط برکنار کردین رضا سقطی رو؟ مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان رو، مگه فیلم هایی که تو شبکه های اجتماعی پخش شده و همه دیدن و نماینده های مجلس هم دیدن و کارشناس های اطلاعات سپاه صحت اونا رو تایید کردن برای اثبات لواط مدیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان کافی نبوده؟ چرا اعدام نمیشه؟ اصلا کجاست؟ کجاست الان؟ چرا سید مهدی اخشناس، آخوندی که با باجناقش لواط کردن و فیلمش تو شبکه اجتماعی پخش شده رو فقط برکنار کردین؟ تازه اسمن عرض کردم که چرا اعدامشون نکردین؟ دوتاشون مزدوجن، محسنند با ساد، دوتاشون مزدوجن. من فقط یه چیز مطمئنم در رابطه با این ماجراها و فسادها. ببینین، البته هممون میدونیم، شاید یاداوری فقط این سخن بنده، وقتی در پرونده سعید طوسی اون همه دلیل محکمه پسند و شاهد و سند و صوت و فیلم و اعتراف خود طوسی و دست نوشته هاش بود، در برنامه ها مفصل گفتیم، و آخرش قرآن خان آقا امام خامنه ای از همه رذالت ها و جنایت ها تبرئه شد، بر کسانی هم که به ماهیت کثیف این نظام مقدس هنوز باور نداشتند واضح و مبرهن گردید که هر فرد خودی هر چه کسافت کاری کند هرگز مجازات نمی شود، که هیچ، بسا تشویق هم میشه و ترفیع هم میگیره. جنایت سعید طوسی علیه کودکان 10 تا 13 ساله در کلاس های قرآنی سال 95 رسانه‌ای شد، سال 97 پرونده‌اش بسته شد. غلامحسین اسماعیلی
رئیس کل دادگستری استان تهران بود که 2 سال پرونده سعید طوسی رو تو کشوی میزش قایم کرده بود تا پرونده مشمول مرور زمان بشه، اینا بتونن قضیه رو بمالونن. بعد از بسته شدن پرونده شد چیکاره؟ شد سخنگوی قوه قضاییه و رئیسی که شد رئیس جمهور، شد رئیس دفتر رئیس جمهور. محسنی اژه‌ای که اون موقع سخنگوی قوه قضاییه بود شد رئیس قوه قضاییه. صادق لاریجانی که رئیس قوه بود شد رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس بی خودی دنبال عدالت در جمهوری اسلامی نگردیم. عدالت که قربونش برم، ظلم مسلم با روکش وقاحت. درباره گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده از لوات ثقتی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس روز 1 مرداد از تریبون ریاست مجلس گفت دشمنان ما متمرکز شدند بر اینکه حیا، عفت و همه چیز را از بین ببرند. دشمنان ما متمرکز شدند چون رسواتون میکنن. باید بررسی شود که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، یعنی اون فیلم واقعی باشه، جرم آنهایی که فحشا را منتشر کردند بسیار سنگین تر از کسانی است که فحشا کردند. آقا جان، مرتضی محمودوند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 3 مرداد به رسانه‌ها گفت ما پیش از منتشر شدن این فیلم اطلاعات داشتیم و تذکر داده بودیم و بر اساس همین هم بود که از تریبون ملت و به احترام ملت تذکر و درخواست بررسی دادم. این موضوع ریشه‌ها و ابعاد پنهانی دارد که با صراحت نمیتوان پشت تریبون آن را بیان کرد. اینا قبل از انتشار این فیلم توسط مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان، همه شما خبر داشتن. درباره بخش از این ابعاد پنهانی پیمان بهبودی مدیر کانال تلگرامی رادیو گیلان و همکارم پیام یزدیان در صدای آمریکا گفت که این فیلم لوات مدیر فرهنگ و ارشاد گیلان قبل از اینکه به دست رادیو گیلان برسه و این کانال تلگرامی پخشش بکنه به دست سازمان اطلاعات سپاه و مجلس شورای اسلامیشون رسیده بوده و روش کار شده بوده. و سازمان اطلاعات سپاه استان گیلان هم رو بحث سلسله مراتب یه گزارشی رو این فیلم میزنه و یه گزارشی هم که از اون آقا پسر گرفته بوده، فیلم رو و اون گزارش و پرونده رو برای تهران، یعنی سازمان مرکزی میفرستن، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در تهران. سپاه پاسداران در تهران، سازمان اطلاعاتش هم یه قراری میذاره با وزیر ارشاد و در اون قرار به وزیر ارشاد هم ویدئو رو نشون میدن و هم میگن که این پرونده به این صورته و شما هر چه سریعتر باید جناب آقای ثقتی رو از مدیر کلی اداره فرهنگ و ارشاد استان گیلان بردارید. آنجاست که وزیر ارشاد به اینها میگه اجازه بدید من یکم بررسی بکنم و حتما بعد این کار رو انجام خواهم داد، که یه چند وقتی میگذره و وزیر ارشاد هیچ اقدامی در این راستا نمیکنه. سازمان اطلاعات سپاه در استان گیلان این فیلمو که میبینه وقتی وزیر ارشاد هیچ گونه ترتیب اثری نداده، برمیداره میده به یکی از نمایندگانی که در کمیسیون امنیت مجلس هست و اینها این فیلمو برمیدارن میبرن در کمیسیون امنیت مجلس بین نماینده ها نمایش میدن و اونجا هم جالبه که رئیس کمیسیون به وزیر ارشاد زنگ میزنه و میگه که شما باید هر چه سریعتر به خاطر این آبروریزی که شده و سازمان اطلاعات سپاه کارشناسان فنیش تایید کردن که این ویدیو همه چیزش درسته، ساختگی نیست، منتشر شده نیست، شما باید هر چه سریعتر مدیر کل ارشاد رو بردارید. و اونجا هم باز وزیر ارشاد یک جورایی به اینا وعده سرخرمن میده، میگه که باشه من حالا بررسی میکنم، حتما این کار رو خواهم کرد. که این چراییش معلوم نیست که چرا وزیر ارشاد با اینکه از 2 منبع موثق بهشون میگن شما باید اقدام عاجل داشته باشید، ایشون پشت گوش میندازه. شاید هم چون به این دلیل که
به قول آقای بهرام پارسایی نماینده سابق مجلس، ایشون همزاد پنداری میکنه. والله چند نکته رو بگم. یکی اینکه معمولا این فسادها زمانی لو میره که یکی یا چند تا از قربانیان این افراد موضوع رو به نحوی رسانه‌ای میکنن، شواهد و مدارکی رو به رسانه ها میدن. دوم اینکه تنها زمانی حکومت ناگزیر به واکنش میشه، واکنش علنی میشه، که مردم از موضوع باخبر بشن، وگرنه تا زمانی که رسانه های خبر رو منتشر نکنن حضرات به ارتزاق معمول مشغول. سوم اینکه این رذالت ها و فساد ها با افشای جنایت های سعید طوسی علیه ده ها بچه 9 تا 13 ساله علنی شد در واقع در سطح وسیع، با همت و شجاعت عده‌ای از قربانیان سعید طوسی. در گفتگو با همین برنامه صفحه آخر و در بررسی موضوع ما به این نتیجه رسیدیم که سعید طوسی را علی خامنه‌ای از مشهد به تهران آورد، اوست سر گنده مار. او این سعید طوسی را از مشهد آورد تهران، بهش مسکن و امکانات داد. مفصل گزارش‌هاش را حتما دیدین دیگه، با جزئیات گفتیم. او را ارشد قاریان قرآن بیتش کرد در جلسات مهم حکومتی از جمله شروع دوره دهم مجلس شورای اسلامی. سعید طوسی را به مجلس فرستاد برای گشایش قرآنی نخستین جلسه دوره جدید مجلس. به آموزش صوت و لحن قرآنی پسراش از جمله مجتبی گماشتش، یعنی به عنوان معلم خصوصی مجتبی و برادران. از سال 89 که 21 نفر شاکی و شاهد علیه آزار جنسی سعید طوسی به کودکان به دستگاه عدل جمهوری اسلامی شکایت میکنند و بیش از 10 حلقه سی دی فیلم صدا به قضات برای اثبات جرم طوسی ارائه میدن تا تاریخ 16 مهر 1391 که قرار مجرمیت علیه سعید طوسی صادر میشه به امضای آقای کیان منش بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، شاکی‌ها و خانواده هاشون میدونن تا مجرم بودن سعید طوسی رو تبدیل کنن به، در واقع برسونن به صدور حکم مجازات. آخرش چی میشه؟ قوه قضاییه 19 بهمن 96 در آستانه سالگشت انقلاب باشکوه بهمن 57، 19 بهمن 96 اعلام میکنه که آقای سعید طوسی از همه اتهامات تبرئه شد. فقط صحبتهای یکی از شاکی ها و قربانیان تجاوز جنسی سعید طوسی رو برای یادآوری خیلی خوبه که بشنوید. سال 88-89 که یکی از قاضی بین‌المللی با ما تماس گرفتن با پدرم، گفتن که ما میخواییم ایشون، یعنی من رو میخواییم بفرستیم با یکی از قاریای قرآن آقای طوسی، محمد گندم نجات طوسی مشهور به سعید طوسی، به جهت تلاوت قرآن به کشور برمیگرده سال 89. بعد از محضر شما که منم رفتیم پدرمون اعتماد کردم بهشون، من فرستادن یک شب رفتیم اونجا به جهت تلاوت قرآن. بعد ایشون، من متوجه این شدم که حرکات غیر عادی دارن و اینها، مثلا میگن اجازه بدید یه مایویی برای شما برداریم اونجا اگر فرصتی پیش اومد و اینا با هم استخر بریم. بعد هر محضر شما که توی راه توی فرودگاه امام خمینی که تو مسیر بودیم شروع می کردن بحث علائم بلوغ و بحث گفتن در این سنین یه سری تغییراتی در صدای شما ایجاد میشه و اینها. بعد شروع کردن به تعریف کردن جوک های مستهجن و زشت. بعد مطالبه می کردن که بله این تو این قضیه شما با من همراهی بکنید و اینها. بعد ما اون چی که از ایشون دیدیم در طول سفر، یعنی از اون وقتی که رفتیم تا وقتی که برگردیم، ایشون مدام فقط حرفای سکسی می زدن که من متوجه شدم که این منباب تحریک و تشویق به فساد بود که می خواستم منو تحریک بکنم. بعد تو فرودگاه وقتی داخل هواپیما شدیم و اینا نشستیم اینا مستقر شدیم،
ایشون شروع کردن دست میزدن به اعضای بدن من، مثلا ران من تحریک میکردم من. بعد وقتی که رسیدیم توی هتل، اونجا ظاهرا قرار بودش که دو تا اتاق بگیرن اینا برامون، ولی ایشون یه جوری هماهنگ کردن که به جفتمون یه اتاق دادن، یه اتاق دادن. بعد ما هم رفتیم اونجا توی اتاق، من رفته بودم بعد از سفر، سنم خیلی کم بود، 12 سالم بود. بعد هنوز اون سنین اصلا خیلی از مطالب رو نمیدونستم. اونها ایشون در حق من خیانت کرد، من اخفال میکرد و تحریک میکرد. من رفته بودم اونجا توی حمام دوش بگیرم اینها بعد از سفر. بعد ایشون متوجه شدم که اومد وارد حمام شد، لخت در رو بست اونجا. بعدم گفتش که بیا. بعد من هم گفتم که من حقیقت نمیتونم این کارو بکنم، شوکه شده بودم و اینجا هم هیچ کاری نمیتونستم انجام بدم، داد و فریادی بکنم، چیزی بکنم، هیچ، مغزم قفل کرده بود. بعد ایشون شروع کرد این کارو تکرار میکردن اینها، که خیلی من مشمئز کننده بود اینا. هر وقت یاد این موضوع میفتم واقعا لحاظ روحی خیلی لطمه بزرگی دیدم. بعد ایشون این کارو میکرد تا نهایتا محتلم شدن اینها، بعد دست از ما کشیدن. بعد ما رفتیم اونجا قرآن تلاوت کردیم و اینها. وقتی که برگشتیم از اونجا، ایشون دوباره دست بر نداشت، اونجا مدام تحریک میکرد. توی فرودگاه اونجا مجله سکس بود و اینا میبرد اونجا من نشون میداد و فیلم های مبتذل و سکسی نشون میداد، حرفای تحریض کننده میزد اینا. اصلا تو اون سنین اصلا ضرورتی نداشت من اون مسائل رو بدونم اینا. بعد شب دوباره اومدیم توی هتل، اونجا لخت شدم به صورت دمر خوابیدم. گفتن که شما بیا، مثلا عذرخواهی میکنم، شما ما این کار رو نکردیم، امتناع میکردیم، ولی وادار میکردن که بعد این کار صورت بگیره و اینها. خیلی این روزا در شبکه های اجتماعی و در بعضی رسانه های ایران نام و عکس نوه عباس واعظ طبسی متولی مرده آستان قدس رضوی، متولی سابق، آمده که نوشتن یوسف واعظ پسر ناصر واعظ طبسی متولد آمریکاست. رویداد 24 نوشته تولد یوسف 24 ساله در سال 1378، یک سال قبل از آغاز دادگاه های پدرش ناصر واعظ طبسی در پرونده المکاسب است. این پرونده اختلاسی چندین میلیارد تومانی بود که در جریان واگذاری شرکت المکاسب در دبی از بانک ملی به یکی از مؤسسات آستان قدس اتفاق افتاده بود. در سال 2003 میلادی مجله فوربس به نام ناصر واعظ طبسی به عنوان یکی از نزدیکان آیت الله طبسی، خب پسرش دیگه، تولیت وقت آستان قدس که در اداره ثروت هنگفت این نهاد نقش مهمی داشته اشاره کرده و از پرونده مکاسب هم نام برده بود. یوسف واعظ طبسی فرزند ناصر خان که میگوید با برادرش دانیل، یعنی ناصر واعظ طبسی دو تا پسر دارن، یوسف و دانیل، و مادرشون در کالیفرنیا زندگی میکنن در آمریکا، متولد 30 تیر 1378 در آمریکاست. ایشون تا 12 سالگی آمریکا بوده پیش مادرش و با پدرش فقط تلفنی حرف میزد، اینجوری که خودش در گفتگوی رسانه‌ای نوشته شده است از قول او. البته با پدرش از طریق مترجم حرف می‌زد، مترجم مادرش بوده است، چون یوسف جوزف شده به اسم جوزف ثبت است اینجا، اسمش فارسی بلد نبوده. خب اینجا به دنیا اومده و اینجا هم تا 12 سالگی اینجا بوده. یک کله 12 سالش که میشه، پدر مادرشون تصمیم میگیرن که جوزف و دانیل رو ببرن ایران، تهران. میرن تهران، براشون معلم میگیرن که فارسی یاد بگیرن و خلاصه 5 سال بیشتر ایران نمیمونن. جوزف و دانیل و مادر برمیگردن آمریکا. بابا ناصر میمونه تهران، مشهد. برای جوزف واعظ طبسی دعوتنامه بنده فرستادم که بیان تو این برنامه و کاش می آمدن و
اطلاعات ما رو درباره تاجی هراتی میتونستن قطعا دقیق تر بکنن. پاسخی ندادن به دعوت ما. حالا چرا تاجی هراتی عرض میکنم؟ آقای عباس پالیزدار در برنامه صفحه آخر 20 خرداد 1401 که شاید دیده باشید، چگونگی خارج کردن غیر قانونی صدها، اینجوری یعنی صدها میلیون دلار در سالهای 83 و 91 از آستان قدس رضوی رو توضیح دادن که دو تا از پسرهای تولیت وقت آستان، ناصر واعظ طبسی اون که تسبیح انداخت گردنش و مصطفی واعظ طبسی اونی که همچین نگاه مکش مرگ مایی داره با عینک، این دوتا از ایران این صدها میلیون دلار رو خارج میکنن به عنوان ثروت شخصی خانواده واعظ و این پول از طریق یک صرافی و شخصی به نام تاجی هراتی به خارج برده میشه. از توسعه امام رضا بره جیب آقایون پر پول بشه، بانک خصوصی تو لندن بزنن. الان تو شانزلیزه آقای تاجی هراتی یه خونه 5 میلیون دلاری داره. این اتفاقات داره رقم میخوره با این پول امام رضا که مردم بدبخت میریزن و این آدمایی که وقف کردن میلیون ها پول زمین خودشون رو، املاک خودشون رو به امام رضا، این پول این املاک و این پول ها و همه اینا تبدیل شده به پولی که دو قلمبه دست آقای تاجی هراتی داده شده. آقای تاجی هراتی رفته اونجا بانک خصوصی زده و این اتفاقات. شکل کار رو هم درست میکنن، میگن که آقا ما صرافی داریم به نام صرافی الیت که قبلا تو دورهای صحبت های قبلیم گفته بودم تو میدان مادر میرداماد تهران عرض حضورتون که اون آقای زرین قلم عرض حضورتون که این عملیات صرافی رو براشون انجام میده، این پول رو در واقع برای اینا خارج میکنه و اولین عدد 60 میلیون دلار هستش و رقم دوم دوباره 232 میلیون درهم هستش. عرض همین از این عددهای این چنینی به صدا پرداخت میشه و به صورت خارج میشه از کشور توسط با در واقع هماهنگی این آقای صراف زرین قلم و آقای تاجی هراتی میگیره و میبره برای انجام معاملات خودش، میبره اونور. ما به اندازه فکر میکنم لازم توضیح دادیم در اون برنامه ها با حضور آقای عباس پالیزدار. ببینید درست وسط این دو پالت انتقالی، یعنی 8391، یعنی در سال 1378 تاریخ تولد آقای یوسف واعظ، همسر تاجی هراتی خانم صدیقه میلانی و همسر ناصر واعظ طبسی باردار بودند و پا به ماه. اینا میرن آمریکا تا بچه هاشون اونجا به دنیا بیارن بشن شهروند شیطان بزرگ. یه دختر و پسر به دنیا میارن. دختر تاجی هراتی بعد از فارغ التحصیلی شیمی در آمریکا میره آلمان مونیخ و پسر ناصر واعظ طبسی که ایشون یوسف یا جوزف واعظ هستند در آمریکا. من اینا رو گفتم تا برسیم به فاش شدن، یعنی فاش کردن در واقع یکی از موضوعهای تاکنون فاش نشده، افشان نشده در پیوند با آستان قدس رضوی. بذارین آقای تدین طهماسبی، سیامک تدین طهماسبی در خدمتون هستیم، هنرمند نقاش و فعال مدنی، از خودتون بشنویم. ببینین شما یک شکایتی کردید از آستان قدس موقعی که در ایران بودین در سالهای گذشته به دادگاه و این پرونده به جریان افتاد، اینا درباره زمین‌های وقفی و موروثی مربوط به شما و خانواده شما. ماجرا رو بفرمایید. خواهش می‌کنم. با درود خدمتتون. ببینید در مورد آستان قدس یک مسئله هستش که یک موقوفه‌ای هست به نام موقوفه عادل شاهی یا علی شاهی. این موقوفه میشه گفت بزرگترین موقوفه جهان هست، موقوفه عادل شاهی. چرا؟ به خاطر اینکه عادل شاه یا علی شاه دقیقاً برادرزاده نادر هستش، نادر شاه افشار، که بعد از قتل نادر به پادشاهی ایران میرسه و یک سال هم بیشتر پادشاه نبوده.
و تمام اموال منقول و غیر منقولی رو که نادر داشته همه اینا رو میاد تصرف میکنه، اکثرش رو، و بعد میاد چیکار میکنه موقعی که خالا قبل از اینکه بمیره میاد اینا رو یک سیرش وقف میکنه. اینها توی جمهوری اسلامی یک مطلبی رو اینجا عنوان میکنم به نام تومار علی شاهی. تومار علی شاهی دقیقا مطلبیه در مورد اینکه خود عادل شاه فرمان میده که تمام موقوفات و املاک تا قبل از اون بوده رو بیان لیست کنن، نمیدونم یک سیستم تقریبا میشه گفت اداری درست میکنه برای سیستم آستان بود که همین گوهرشاد هم جز بشه، نمیدونم فراش ها چکار کنن، شیفت های آستان بود چجوری بشه، خادم ها چکار کنن و غیره و جاری. ولی در کنار این از اموال شخصی خودش که شاه بوده و تقریبا تمام این اموال شخصی رو وقف میکنه به اصطلاح، حالا این اموال چه کجا هست، اینا فقط یک داستانی رو می سرایان به نام داستان موقوفه عادلشاهی که این موقوفه سندی ازش وجود نداره. تنها سندی که از این موقوفه وجود داره اینه که یک سری افراد به عنوان مثلا نایب الزیاره انتخاب شدن که بیان بعد از خودش میگه از املیست اموال من که وقف کردم یک سری از چی مزایاش و این املاک و این نمیدونم مقدار جنس و گندم رو باید بدید به این خانواده ها که بشن نایب و زیاره من. این نایب و زیارگی یعنی چی؟ یعنی که بیان سر قبر این آقا نمازش رو بخونن، قرآن بخونن، دو تا چلچراغ و نمیدونم اینا هست اونا رو تمیز کنن. اینی که الان دارید تو عکس میبینید فرمان احمد شاه قاجاره که داره میگه که آقای میرزا محمد رضا که نایب و زیاره عادل شاه یعنی موقوفه عادل شاهی هست رو چون که به رحمت ایزدی پیوسته و نمیدونم دعوت حق را لبه گفته، من فارسی عامیانه‌شو میگم دیگه نمیخونم، فرزند ایشون میرزا محمد ابراهیم به این سمت چیکار میشه منصوب میشه. بعد مواردی رو که باید این میشه، خب حالا اینا کی هستن؟ میرزا محمد رضا میشه پدر بزرگ بنده، میرزا محمد ابراهیم هم میشه چی؟ پدر بزرگ پس از اونها باید میرسیده به خانواده من و عموی بزرگ من و بعد از اون به پدر من. این نایب الزیارگی ما در اون زمان، من خودم شخصا دنبال این کار رو گرفتم، سالی بود که واعظ توسی همچنان تولیت آسان قدس بود، آقای علوی نامی هم نایب انگار ایشون بود، معاون تولیت آسان قدس، که کار به شکایت و اینا کشید که آقا اینا رو باید به ما بدین، چون از اول انقلاب 57 به بعد کلن این مسئله قطع شده بود و حتی سنداشون توی کارگزینی وجود داشت که این آقا یعنی در زمان شاهنشاه پهلوی و در زمان چیز قاجار رو ما علناً به اینا نشون دادیم ما سند و مدرک، آقا اینا مال ما بوده. بعد مسئله اینه که این گفته نایب التولیه حق تصرف اینا رو نداره، نایب التولیه باید اینا رو بده نسل به نسل به افراد این خانواده و افراد این خانواده طبق این در سند اصلی اومده که بهش نوشته صورت سواد فرمان مرحوم عادل شاه اینجا موجود نیست، نایب التولیه اصلا حق نداره اینا رو تصرف، فقط در صورتی میتونه روش یک مدیریتی بکنه که چی باشه؟ که اینا خودشون نتونن این املاک و مستغلات و غیره رو چکا کنن، کارشون رد و فتح کنن، یعنی توش بکارن، ازش بهره برداری کنن. در غیر این صورت نوشته با نایب التولیه وقته که بیاد چکا کنه، نوشته همه چیز رو مهم سازی کنه، این چیزی که ذهنن توی ذهن من مونده، بدون کم و کس مهم سازی کند و بده به کی؟ بده به همین خانواده که مشغول انگار نایب زیارگی هستن. آقای اون تدیون ببخشید این نایب زیارگی چه منافع مالی داره؟ ببینید خود عادل شاه چون نایب زیارگی یعنی این که طرف مثلا مرده بعد میگه که من اینقدر نماز دارم، اینقدر روزه دارم، فلان دارم، آقا تو بیا اینقدر، خانم تو بیا اینقدر، مثلا من بهت میدم، برو برای بابام که مثلا سر قبرش بخون اینا رو مثلا، یه هم چیزه. خودش میره این نوشته زیاره. که جون. کسی که میره سر قبر ببخشید. من اینی که من گفتم دارد. اینی که من گفتم یه وقت نگن آقا این چیز رو هم حتی نمیدونی، اون پول میده بره به جای من زیارت، میگن نایب زیاره، بفرم نمازاشو بخونه و غیره. بله بله بفرم. این آقا یعنی عادل شاه با توجه به این که تمام اموال نادر رو
به زور گرفته بوده، حتی بچه هاشو غلغم کرده، اموال منقول و غیر منقول یعنی طلا و غیر و زالک همه رو گرفته عادل شاه علی شاه. این آقا از ثروت شخصی چیزی که خود ملاها اقرار میکنن 100 جفت یعنی 200 تا 100 جفت زمین رو فقط از اموال شخصیش گفتن وقف کرده، یعنی فقط به همین بسنده کردن که اونم سندشو ندارن و نداریم، موجود نیست اصلا چیزی به نام وقفنامه عادلشاهی موجود نیست، ولی طبق چیزی توصیفی که کارشناس خود اوقاف تو آستان قصد به خود من گفت و پرونده‌ای که الان اینجا من دارم دستم و این سندی که بهتونشون دادم از تو همون پرونده کارگزینی در اومده، حتی جواز دفن پدر بزرگ و پدر پدر بزرگ من، اینها چی گفت طبق این سندات 40% اموال منقول و غیر منقولی که آستان قدس در یدش هست رو از همین موقوفه عادلشاهی داره. یعنی 40% مال خانواده شماست؟ ببینید مال خانواده ما نیست، چون این مسئله اینه که عادلشاه یک سری رو وقف کرده ولی نگفته همش مال ایناست. ما به عنوان نایب و زیاره عادلشاه مثلا اینقدر چیز میده. حالا یک نمونه از چیزی که باید به ما میدادن اون زمان طبق برآورد بانک مرکزی بهش میگن قله مثالثه، یعنی 1 تن جو 2 تن گندم بود در سال، به اضافه تمام اجاره های زمین هایی که توی اون سند نام برده شده بود به عنوان سند نایب و زیارگی که توش میگفت بیمارستان رضوی رو یک تیکه رو تو اون ساختن. یک سری زمین هایی هست تو مناطق اشتفتر و با نمیدونم خادر و غیره و زاله و شاندیز، اینها اموالیه که مثلا زمینایی که تو منطقه که خود غالیباف الان در سر دست میشکنه براش، یعنی ییلاقات قرار داره و یک پول نقدی باید میدادن که طبق برآورد تورمی بانک مرکزی تقریبا سالی 80 میلیارد تومان اون زمان معادلش بود به سال 1380 و حالا بین 5 تا 9 که در اون زمان باید میدادن که هیچیشو ندادن. و کلن اتفاقی که افتاد، من خود این آقای علوی رو دیدم، نامنگاری با آستان قصد کردیم، اوقاف اومد بین ما به انگار چیز کنه، وساطت کنه، به من گفتن میخوای از امام رضا حق به حساب بگیری یا پول امام رضا رو بگیری، این یکی بود. و بعد یکی دیگه به من رسوند که اینا اگر یک ذره این رو بیان قبول کنن چی میشه، بقیهش رو هم مجبور میشن که قبول کنن، یعنی باید همه چی رو بهت بدن. و چیزی که هست اینه که توی استفتاءاتی که از خود سایت رهبر فعلی جمهوری اسلامی نوشته شده اگه ببینید، قسمت وقف میگه اگه 2 نفر بیان بگن اینجا وقف بوده یا بتونن ثابت کنن که اینجا چیه، دست این آقایون و خانوما بوده به عنوان حالا انگار عامل به وقف، این داستان وقفیه و بهشون باید تعلق بگیره. حالا اینجا استفتاءات برای از اوقاف و زمینایی که هست کار میکنه، ولی اگر قرار بشه چیزی بدن کار نمیکنه. به عبارت اینا 2 تا دست دارن، یک دست دراز برای گرفتن، یک دست کوتاه برای پرداخت یا دادن. ببینید من میخوام یه سوالی ازتون بکنم، اگر صحبت دیگه ای دارین در توضیح این وقف عادل شاهی. این آخر خلاصه این مطلبی بود که باید در مورد موقوف عادل شاهی میگفتم که بزرگ تقریبا اصلا ناپدیده، هیچ کی هم نمیتونه بگه آقا کو کجاست، اینا کدوم از شما فقط اسنادی که دارین و ادعایی که میکنین بر اساس شناسنامه پدر بزرگ، وقفی که به نام پدر بزرگ هست و آنچه که میرسه تا احمد شاه قاجار که امضا میکنه نایب زیارتی رو میده بون. در زمان محمد رضا شاه پهلوی فقید و در زمان رضا شاه پهلوی هم اسناد کارگزینی هست موجوده و ارائه شده به دادگاه، گفتن نسبتون نمیرسه. به اضافه خود فرمان عادل شاه که رو نوشت کردن، نوشته بالاش دقیقا خاطرمه، صورت سواد فرمان مرحوم عادل شاه به موجب نایب و زیارگی فلان فلان که اینو یادمه، اونم هست. به اضافه که اون خودش یک نوع استشهاد حدود 5 متر روی پارچه که کاغذ چسبوندن و روی کاغذ نزدیک 100 نفر از افرادی که اون زمان زنده بودن مهر و امضای اون زمانو کردن که آقا ما میدونیم فلانی میرزا محمد رضا، میرزا محمد ابراهیم چیان نایب و زیاره عادل شاه بودن نسل اندر نسل، اینم قبول نکردن. آقای تدین طهماسبی، این چند متری رو که گفتین من یاد
این وقفنامه ببخشید وقفنامه زینب بیگم افتادم، چقدر در این باره میدونید؟ وقفنامه زینب بیگم یک وقفنامه دیگه ای است که اونم در ید بنده به قول خود ملاها در دست بنده است، صاحبش خودم و دست خودمه. زینب بیگم دختر شاه طهماسب و اول صفوی، یعنی بنیانگذار سلسله صفوی بوده. میدونید که بزرگترین موقوفات کل تاریخ ایران و تقریبا جهان در طی سلسله های صفوی و افشاری اتفاق افتاده، همین دوتا. اولیش هم همین سندی که الان دارید نشون میدید، این لیست پشت سند هست. چه لیستیه این؟ با خط ریز میبینید نزدیک 4.5 متر با قلم به اندازه 1 میلیمتر 2 میلیمتر. اینا اسم و اسامی چی؟ املاک، مزرعه ها، دکان ها و رقباتی هست که چیه؟ توسط زینب بیگم وقف شده. زینب بیگم دختر شاه طهماسب اول، عمه شاه عباس کبیر بوده و قدرتمندترین زن تاریخ صفویه بوده که تنها کسی بوده که میتونسته در مجلس شاه عباس و دربار وقتی مهمان خارجی داشتن بین مردا حضور پیدا کنه و اولین هدایا رو میآوردن ایشون میدیده. و زمان جنگی هم که شاه عباس با عثمانی‌ها داشته، به دلیل مریضی شاه عباس زینب بیگم افسران ارشد رو حاضر میکنه، میگه شاه رو بنشونید رو تخت چون مردم خیلی وقت بوده ندیده بودنش، ببندینش به تخت نشسته، توی شهر بگردونش که بدونن شاه زنده است، بعدم به عثمانی ها حمله کنید. اینا رو توی ویکی‌پدیا میتونید در مورد ایشون بخونید به نام آنا خانوم یا میس آنا. حالا من مطلبی که اینجا این توی این وقف نامه هست، ببینید این وقف وقف اولادیه اصلا، یعنی اکثر این موقوفات موقوفات اولادیه. یعنی چی؟ اینا به خاطر اینکه میدونستن همه دین رو قبول دارن، دین اسلام رو، و شدیداً پایبند هستن و از اونجایی که ترک وقف به عنوان گناه کبیره شناخته میشه، اگر کسی ترکش کنه انگار گناه کرده، میومدن وصیت نامه‌شون رو اینجوری تنظیم میکردن که میگه من وقف میکنم همگی، و من الان براتون اون قسمتش رو میخونم که میگه چی؟ میگه که قسمتش که درشتش کردیم، آره من درشت میکنم اینجا چون دارمش. خب بخونید، الان فرصتمون کمه، من دیگه حرف نزنم، بخونینش لطفا. خواهش میکنم. میگه که وقف مجلد صحیح شرعی و حبس صریح دینی فرمودند همگی و تمامی. یعنی مجلد صحیح شرعی یعنی یک جلد قرآن بدون چی؟ انگار دستکاری شده، یعنی درست. و حبس صریح دینی، حبس یعنی چی؟ یعنی کاملا قفل و بند زدن بهش به عنوان یک مقوله دینی، همگی و تمامی حصص و رقبات و املاک و باغات و مستغلات، تمام املاک و باغات و مستغلات و مزارع مفصله مذکور فی ضمن را، یعنی در پشت این برگه را، بر حضرات عالیات شامیات، حالا اینجاش بماند که داره میگه که کی و کی و کی کی به همه سلاطین بعد از ایشان، یعنی بعد از شاه صفی که اون زمان اینو نوشته، سلاطین قزام صفوی که در هر عصر و زمان پادشاه ایران باشند و در متن عقد شرط فرمودند که همین اول که خودش هنوز زنده است، این خانوم میگه من این رو وقف میکنم، بعد خودم تولیتش رو میگیرم که بالا امضای شاه صفی هستش که الان قرمز مشخص شده. بعد از شاه صفی هم خودش میدونه و خودش شاه صفی هم اونجا میمیسه که در نهایت صحت سلامت اقاریر ایشان مسموع بود، یعنی هر چیزی که ایشون گفتن کاملا شنیده شد، صحت و سلامت اینا وقف شد. اینا همه وقف اولادیه، یعنی در حقیقت ارثیه است اینا. که لیست اموالی که این پشت میبینید الان، مثلا اگر من بیام براتون دو سه نمونهشو بگم، دارالسلطنه اصفهان، خب دارالسلطنه قزوین با هم نمیدونم مثلا اراضی مشهور به جان آقا جان واقع در محله مثلا جفا آباد، مثلا اینا میگن وقف شخصیه. یعنی وقف کیه؟ وقف اولادیه؟ یعنی الان یعنی وقف الان کیه؟ وقت یعنی این که شما یه نه الان به طور مشخص اسم، یعنی اینا باید مال کی باشه؟ منظورم اینه اینا الان باید برسه به افرادی که نسبشون میرسه به سلسله صفوی و هر طریقی بتونن ثابت کنن اینا به اونا میرسه. ولی کلن این وقفنامه با این زمینایی که میبینید که اینجا هست،
که بگم 4.5 متر از یزد و بروجرد و نمیدونم دریای هریان رودبار و از همه جا داره. این تقریبا میشه گفت از لحاظ بزرگی مثل بزرگی وقتنامه علی شاهی هستش، حتی بزرگتر چیز. ولی اینا هیچ کدوم معلوم نیست الان دست کیه، همه در اختیار دولته. در اغلب مثلا دارالسلطنه اصفهان، خب اون موقع کجا بوده؟ الان وسط شهر اصفهان، مثلا مسجد شاه. خب الان اینا تحت اختیار آستان قدسه، اینا الان تحت اختیار دولت هست، اوقاف هست، آستان قدس اکسلیشو داره، مثلا قسمت های مشهد آستان قدس گرفته. بخش تو خراسون و در واقع مال آستان قدس، یعنی آستان قدس گرفته. و کلن اینا الان قصبیه همش. اگر عمل به وقف واجبه، از نظر اسلامی کل اینها وقفیه و این سند دست هر کسی باشه که ثبتونه نسبش رو به تهماسبی، یعنی شاه تهماس به اول ثابت کنه که به استفتا از آقای ولی خودخوانده فقیه که الان هستن، اگر 4 نفر شهادت بدن، من اولا میگم خب من نسلم میرسه به شاه تهماس به اول، با اینم فامیل تهماس بی تدیانم پدر بزرگم برای این گذشته سر فامیل ما که 2 قرون از همینا بگیره که نگرفتم. حالا میخوام ببینم بدین به ما اینا، یعنی حالا با وقف بر طبق وقفنامه زینب بگم و نوشته شاه تهماس، این بخشی از این در واقع متعلقات مربوط به این وقفنامه به شما هم میرسه؟ بله، یعنی شما مدعیش هستین؟ اگر بتونم اثبات کنم بله. میتونین؟ مسئله اینه که آقایون میگن شما باید بری کاغذی بیاری که تو میرسی به اینا. خب این مسئله اینه که شما شناسنامه ای میبینید برای افراد قبل از دوره رضا شاه؟ خیر. ولی خودشون اگه اینا رو مصادره کنن میگن اینا وقفه، قبوله. ولی اگر بخوان چی بدن، گفتم دست کوتاه بلند دارن. بسیار ازتون ممنونم. بله، بسیار بسیار سپاسگزارم آقای سیامک تدین تهماسبی عزیز. شبتون بخیر. بریم پرده آخر. سوال کردن صحنه هایی که تلویزیون نشون میده، آیا این صحنه ها حکم عکس داره یا صحنه زنده؟ در جواب فقهایزان فرمودن اون فیلم هایی که پخش مستقیم حکم صحنه زنده رو داره. پس نتیجه اینه که اگر صحنه کشتی، بسکتبال، فوتبال، والیبال از مردان داره پخش میکنه، به صورت مستقیم خانم ها نمیتونن نگاه کنن. شب و روزگار خوش.